دوستان سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه امروز همراه شما هستم تا بهتون یاد بدم یه همچین بکگراند و صفحه دسکتاپ زیبا به همراه ویژت هاش رو با همدیگه بسازیم پس تا انتهای آموزش همراه من باشید برای ساخت دسکتاپ مد نظر باید اول آیکون های دسکتاپمون رو مخفی کنیم برای مثال من دو تا آیکون اینجا دارم شما ممکنه کلی آیکون رو صفحه دسکتاپتون داشته باشید برای اینکه ما اینا رو پنهان کنیم کلیک راست میکنیم از منوی ویو تیک شو آیکن رو باید بردارید می بینید که کل آیکن هاتون مخفی میشه پنهان میشه مرحله بعدی اینه که برای صفحه دسکتاپ مون والپیپر متحرک و زنده بسازید برای این کار کافیه وارد سایت زبلا مارکت بشید و نرم افزار والپیپر اینجن رو نصب و رو اندازیش کنید لینک این صفحه رو هم براتون قرار میدم تو این صفحه هم نرم رو گذاشتیم هم یه سری پک رایگان براتون قرار دادیم و یه پک فوق هم براتون آماده کردیم آموزش نصب و راه اندازیش رو هم به صورت کامل تو همین صفحه براتون قرار دادیم دیگه برای اینکه این, این ویدیو طولانی نشه در مورد آموزشش هیچ حرفی نمیزنم آموزش رو ببینید نرم رو راه اندازی کنید بعد از نصب و راه اندازی یه همچی پنلی براتون باز میشه که اگر والپیپر های ویژه ما رو هم خریداری کنید کلی والپیپر خفن میتونید به این نرم اضافه کنید حالا باید آیکون نشانگر موسمون رو تغییر بدیم برای این کار روی دانلود آیکون نشانگر موس کلیک میکنیم تا یه همچین وبسایتی برامون باز بشه تو این وبسایت باید ثبت نام کنید من از قبل ثبت نام کرده بودم ثبت هم خیلی راحته بعد از ثبت نام میاد روی گزینه دانلود میزنید تا فایل براتون دانلود بشه بعد از اینکه فایل رو دانلود کردیم باید از حالت فشرده خارج کنیم روش راست کلیک میکنیم و روی این گزینه کلیک میکنیم تا از حالت فشرده خارج بشه بعد از اینکه از حالت فشرده خارج شد دو تا پوشه به اون نشون میده دارک و لایت بنا به سلیقتون هر کدومی که خواستید انتخاب میکنید من وارد پوشه لایت میشم پوشه کروزر روی فایل این استال راست کلیک میکنم و نصبش میکنم بعد از اینکه نصبش کنم پنل ماوس پراپرتیز برام نمایش داده میشه و آیکون هایی رو که نصب کردم بهم به نمایش میده آیکون مد نظر رو انتخاب میکنم و اوکی میکنم. میبینید که آیکون موسما به این شکل زیبا تغییر میکنه. حالا باید نرم افزار رین متر رو دانلود و نصبش کنیم. البته قبلش باید یه فونتی رو نصب کنیم که من فایلش اینجا براتون قرار دادم. این فایل رو دانلود کنید، اجازه بدید دانلود بشه. بعد از دانلود از حالت فشرده خارج کنید و اون رو نصبش کنید. البته چون من از قبل نصب داشتم بهم به ارور داد. بعد از اینکه فونت رو نصب کردیم حالا میریم سراغ نصب نرم روی این لینک کلیک میکنیم وارد سایت رین متر میشیم میام یه خورده پایین و روی گزینه دانلود کلیک میکنیم و اجازه میدیم نرم دانلود بشه بعد از دانلود نرم افزار اونو نصبش میکنیم اینجا زبانمون رو انتخاب میکنیم اینجا میتونیم هم به صورت استاندارد و هم به صورت پورتابل نصبش کنیم اینجا پوشه نصب رو انتخاب میکنیم و اگر گزینه 64 بیت هست تیک 64 بیت رو میزنیم و میذاریم نصب بشه در انتها هم این تیک رو بذارید بمونه تا نرم افزار برامون ران بشه روی گزینه فینیش میزنیم اینجا میبینید که یه سری ویجت های خام و پیچ فرض خود نرم رو بهمون نشون میده برای اینکه اینا رو حذف کنیم روش راست رو کلیک میکنیم و آنلود رو میزنیم تا اینا برامون پاک بشه حالا باید اسکین های مد نظر خودمون رو وارد نرم افزار رین متر کنیم برای این کار دوباره وارد سایتمون میشیم و اسکین موند رو دانلود میکنیم وارد سایت میشیم این همون اسکینی که خیلی دنبالش بودن یه خورده پایین تر میایم دانلودش میکنیم بعد از اینکه دانلود شد کافیه فقط دو بار روش کلیک کنیم تا نصب بشه پنل نصب که اومد روی این استال میزنید و خودش به صورت خودکار به افزار رین متر اضافه میشه اینجا هم میتونیم رنگ متنمون رو انتخاب کنیم که من روی مشکی میذارم حالا شما میتونید هر رنگی که دلتون بخواد رو انتخاب کنید اینجا هم تیک 24 ساعت رو میزنم و دیگه ما اینجا کاری نداریم روش راست کلیک میکنم و آنلود رو میزنم و میبینید که روز و تاریخ برامون نمایش داده میشه ویجت پایینی رو هم آنلود میکنم برای آنلود کردنم که بهتون گفتم دیگه روش راست کلیک کنید و روی گزینه آنلود بزنید در آخر هم میخوایم یه سری ویژت های خفن رو به صفحه دسکتاپمون اضافه کنیم مجدد وارد سایت زبلو مارکت میشیم روی این گزینه کلیک میکنیم وارد گیت هاب میشیم باید این اسکین رو دانلود کنیم این اسکین یه سری ویژت های شبیه مک رو به ما میده برای دانلودش هم روی این گزینه کلیک میکنیم و میایم این فایل رو دانلود میکنیم بعد از اینکه دانلود شد عین اسکین قبلی روش کلیک میکنید پنل این سال که باز شد نصبش میکنید و یه همچین پنجری براتون باز میشه از طریق این پنل میتونیم ویجت های مختلف رو به دسکتاپ اضافه کنیم مثلا من تیک ساعت رو میزنم میتونم بگیرم جابجاش کنم یا حتی روش رو راست کلیک کنم و اندازش رو تغییر بدم مثلا میزنم رو وایت واید که خوشگلتر هم هستش حالا میتونم ریمایندر رو اضافه کنم ریمایندر رو دوباره میگیرم میارم این پایین میذارم دوباره میتونم یه ویجت دیگه اضافه کنم مثلا نوت رو اضافه میکنم میگیرم اون رو هم میارم این پایین قرار میدم ویجت آب و هوا رو هم فعالش میکنم و روش راست کلیک میکنم اندازش رو میذارم روی واید میارم این پایین قرار میدم نوت رو هم یه خورده میارم کنارتر که یه زیبایی خاصی بهش بدم هر چند تا ویجتی که دلتون بخواد رو میتونید به صفحه دسکتاپ اضافه کنید دوباره من تاریخ رو هم اضافه میکنم روش راست کلیک میکنم اندازش رو تغییر میدم و میارم این پایین قرارش میدم دیگه با این پنل کاری ندارم پنل رو میبندم حالا برای بستن هر کدوم از این ویجت ها کافیه فقط روش راست کلیک کنید و روی گزینه ریموو ویجت کلیک کنید میبینید که ویجت ریموو میشه حالا من دوباره جای تاریخ رو میخوام عوض کنم روش راست کلیک میکنم و اندازش رو تغییر میدم بچه این تکرار دارم میکنم که آموزش قشنگ روی مغزتون بشین حالا میرسیم سراغ فن آخر استاد یعنی مخفی کردن تسک بار پایین برای این کار کافیه روی نوار تسک راست کلیک کنید و وارد تنظیمات تسک بشید یه خورده اسکرول کنید بیاید پایین تر روی این گزینه کلیک کنید و تیک این گزینه رو فعال کنید با فعال کردن این تیک زمانی که موستون رو میارید پایین تسک بار به صورت اتوماتیک به نمایش در میاد و وقتی که یه خورده موس رو میبرید بالاتر به صورت اتوماتیک مخفی میشه امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه اگرم سوالی دارید حتما توی کامنت ها بپرسید من بهش جواب